هاشون همینجوری فریاد میزنن، از جمله در خیابان هفخوز و نارمک و شهرک اکباتان شرق و غرب تهران، بلکه مشخصا هم از اکباتان. در اتفاقات اخیر شهرک اکباتان نامش در این رسانه ها زیاد تکرار شد. در شهرک اکباتان، اینجا در اکباتان، با خطدهی همین رسانه ها خیابان را میبستن، آتش میزدن و هماهنگ با هم از یک منطقه به منطقه دیگری، به خصوص در غرب تهران، به ویژه در شهرک اکباتان می‌رفتن، جایی که آرمان علیوردی در تاریکی شب شکنجه و شهید شد. ناآرامی در این منطقه باعث شد مردم آنجا دست به دامان نیروهای امنیتی شوند و سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات با زیر نظر گرفتن شبانه روزی اکباتان به بزرگترین شبکه فعال در ایجاد خرابکاری و اغتشاش در تهران رسیدند. با کار اطلاعاتی پیچیده و با همکاری مردم، یک تیم 39 نفره شناسایی می شود که 27 نفر آنها در ویلایی در محمودآباد مازندران دستگیر شدند. در میان آنها دو تابعیتی و افراد سابقه دار در اغتشاشات سال 88 هم دیده شده. این شبکه خرابکاری پاتوقشان در این باشگاه بیلیارد بوده و یک چاپخانه داشتند که تراکت هایشان را به صورت انبوه چاپ می کردند. چاپ فراخان. این تجهیزاتی است که از آنها کشف شده: نارنجک دستی، کوکتل مولوتوف، چاقوهای زامندار، قمه، دلارهای جعلی و لاستیک فرسوده برای آتش زدن و مسدود کردن خیابان. ارتباطات هدفمند با خارج از کشور، تا جایی که ابزار شناسایی فرکانس و شنود از جمله بیسیم را در اختیارشان گذاشتند. آنطور که وزارت اطلاعات اعلام کرد، برخی از این افراد به گروهک منافقین وصل بودند، برخی افکار بهاییت داشتند، چند نفری عضو فرقه های نوظهور بودند و از رسانه های بیگانه خط می گرفتند.